درود به شما بینندگان عزیز و گرامی. امروز 21 اسفند 1401 برابر با 12 مارس 2023 من مهناز قزلو با برنامه دیگر از سری برنامه های نگرش با شما هستم. اما قبل از اینکه مهمانان عزیز برنامه رو بهشون خوش آمد بگم، گزارشی رو با هم میبینیم. در حد اقلی که پس از چند ماه سکوت، علی خامنه‌ای روز 16 اسفند بدون اشاره به دشمن خارجی نقش افراد و گروه‌هایی را در مسمومیت‌های گسترده مدارس دخترانه که تبدیل به بحران ملی شده تایید کرد. اگر واقعاً دست‌هایی در کار باشه و افرادی، گروه‌هایی در این زمینه دخالت داشته باشند، این جنایت بزرگ و غیرقابل اغماضی است. اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن کسانی بلا شک، به نحوی حتما کسانی دست دارن. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و برخی مقامات که تا آن زمان به انهای مختلف به انکار یا سکوت پرداخته بودند، به سرعت واکنش نشان دادند. مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، از دستگیری برخی افراد در 5 استان خبر داد، اما خیلی زود ادعا کرد عاملان غیر معاند بوده، ارشاد آزاد شدند. طبق روال معمول، عاملان مسمومیت آزاد شدند و علیه برخی روزنامه ها و خبرنگارانی که این اخبار را پیگیری می کردند اعلام جرم شد. بدین ترتیب این گمان هرچه بیشتر تقویت شد که عوامل انتشار گاز سمی مذهب حکومتی خودی ها هستند. در 5 استان تعدادی از افراد رو شناسایی کردند، دستگیر کردند. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران ضمن انتشار اخبار ضد و نقیض، انگشت اتهام را به سوی دانش آموزان و اولیا و معترضین جنبش زن زندگی آزادی گرفتند، اما انجمن صنفی معلمان این اتهامات را رد کرد. فارغ از فاجعه روانی و امنیتی به طور خاص برای دختران دانش آموز و دانشجو و برخی مدارس پسرانه، این سوال ها مطرح بود که چطور نهادهای امنیتی موفق به کشف سرنخی نمی‌شوند؟ عاملان چگونه به منابع مسمومیت‌زا دسترسی دارند؟ و از همه اسرارآمیزتر آنکه چطور هیچ کدام از دوربین‌های مداربسته شهری و به خصوص مدارس موفق به ضبط تصاویر نمی‌شوند یا از کار می‌افتند. یکی از اعضای کمیته حقیقت یا به مجلس از مسمومیت بیش از 5000 دانش آموز خبر داده بود. تاریخ برخی گزارش‌ها در این رابطه به آبان ماه باز می‌گردد. به گزارش رسانه دولتی ایران، اولین مسمومیت گزارش شده در شهر قم در 9 آبان ماه رخ داده که طی آن 18 دانش آموز دختر یک دبیرستان در بیمارستان بستری شدند. هنرستان فنی حرفه‌ای نور قم هستش. یه اتفاقی که چند هفته پیش اونجا افتاد و یه گازی توی مدرسه انتشار پیدا کرد و بچه‌ها حالشون بد شد. دوباره این اتفاق امروز افتاده و بچه‌ها حالشون خیلی بده. گزارش‌های نهادهای وابسته به حکومت مدعی شده بودند که سرنخی به دست نیاورده و گازها یا مواد شیمیایی به کار رفته شایعه و توهمی بیش نیست، در حالی که مردم این حملات شیمیایی را به وضوح ترور بیولوژیک علیه دخترانی می‌دانند که نقش شاخص و برجسته‌ای در جنبش زن زندگی داشته و جمهوری اسلامی آنها را هدف انتقام خود قرار داده است. مسمومیت‌های مشکوک و وسیع بخشی از سناریویی است که حکومت برای به هراس افکندن دختران دانش آموز به آن دست زده. دخترانی که در برابر پنداشت‌های کهنه و منسوخ ایدئولوژیک حکومت اسیان کرده و تصاویر رهبران جمهوری اسلامی را در مدارس و دانشگاه‌ها پاره کردند. همچنین بنا به اعتراف برخی نمایندگان مجلس، ماموران امنیتی با مجوز آموزش و پرورش در چند مدرسه دخترانه در تهران، ماهشهر، اصفهان و اسلامشهر برای دانش آموزان فیلم‌هایی با محتوای جنسی و نامتناسب با سن دختران پخش کردند. در جریان جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، دانش آموزان دختر حضوری فعال داشته و حکومت و نهادهای امنیتی تلاش داشتند با ایجاد تهدید، رعب و وحشت آنها را از همراهی با اعتراضات بترسانند. بچه ها رو مسموم کردن، بچه ها هم ایستادن جلوی در شعار میدن، تعداد مسموم ها مثل که بالا بود.
این مسمومیت‌های زنجیره‌ای که از آذر ماه در قم آغاز و سپس به شهرهای مختلف کشیده شد، کماکان ادامه دارد و واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور به همراه داشته است. یک پزشک متخصص در درمان قربانیان مسمومیت در گفتگو با گاردین گفته: با اطلاعاتی که در دست است، محتمل‌ترین علت این مسمومیت می‌تواند ناشی از برخی ترکیبات ضعیف شده ی آرگانوفسفات، حاوی سارین، سومان و تابون باشد. به میگوید تا کنون فقط کارگرانی را با علائم تا حدی مشابه درمان کرده که در معرض مشتقات آرگانوفسفات به گار رفته در آفتکش‌های گیاهی مسموم شدند. کارشناسان متعددی نیز تا کنون به گازها و مواد شیمیایی گوناگونی اشاره کردند، اما همگی متفق القول هستند که مقادیر این مواد شیمیایی آگاهانه دستکاری شده، تغییر یافته و جهت مقاصدی خاص مانند سن گروهی از افراد، پیکر و جثه کودکان به کار رفته است. منابع نزدیک به حکومت اما مدعی بودند که عناصر ضد نظام پشت این حوادث هستند که هدفشان تحریک مردم علیه حاکمیت است. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، در اظهار نظری گفته بود بیشتر شرایط دانش آموزان ناشی از شایعاتی است که مردم را ترسانده و هیچ مشکلی وجود ندارد. بیشتر این موضوع تحت تاثیر شایعات است. تفره رفتن مقام های حکومتی از اعلام واقعیت این شایعه را تقویت کرده که گروه های مذهبی تندرو در ترور بیولوژیک دختران دست دارند، به خصوص که نهادهای امنیتی هم به موضوع ورود کردند، مداخله‌ای که البته با بی‌نتیجه ماندنش گمانه دخیل بودن گروه یا گروه‌های مذهبی نزدیک به نظام و بیت رهبری را تقویت می‌کند. همه بسیجی‌ها توی مدرسه نمی‌ذارن بچه‌ها بیان بیرون. نمی‌ذارن. دبیرستان ایثار شهر قدس. در عین حال بیانیه‌ای منسوب به گروه فدایان ولایت منسوب شد که مسئولیت مسمومیت دختران دانش آموز را بر عهده گرفته و اعلام کردند که تحصیل دختران محاربه با امام زمان است. یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، روز ششم بهمن گفته بود به نظر می رسد این مسمومیت ها تلاش عمدی برای هدف قرار دادن تعطیلی مدارس دخترانه بوده. محمد حبیبی، سخنگوی انجمن صنفی معلمان، نیز در توییتی نوشت مسمومیت دانش آموزان در مدارس دخترانه که عمدی بودن آن تایید شده، نه خودسرانه بوده و نه تصادفی. حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، در سخنرانی در رسانه کلاب هاوس اشاره کرده که ممکن است برخی گروه های تندروی شیعه مخالف تحصیل دختران در پشت این حادثه باشند. 29 آبان ماه، 10 روز پیش از اولین مسمومیت در مدرسه دخترانه برقعی در قم، گروهی از روحانیان نیروهای بسیج که برای سخنرانی به آنجا رفته بودند، هنگامی که با شعارهای اعتراضی دختران روبرو شدند، دانش آموزان را کتک زده و موهایشان را کشیدند، به نحوی که منجر به بستری شدن چند دختر در بیمارستان شد. وای زده، کی زددش؟ آخونده زده؟ اعتراف به عملکرد اسلام‌گرایان تندرو از سوی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از یک سو و بر عهده گرفتن تلویحی مسمومیت‌های سریالی از طرف گروهی موسوم به نقصا، این گروه خودمختار را نیز به عنوان بازوی اجرایی وابسته به سپاه پاسداران در ردیف متهمین این فاجعه ضد انسانی می‌نشاند. نقصا در سوریه با نحوه ساخت، دوز و نحوه استفاده از سلاح‌های شیمیایی آشنایی کامل دارد. این گروه شبه نظامی تا کنون بارها در سرکوب خیزش‌های انقلابی در ایران نقش داشته است. چه هم مدرسه یا؟ مدرسه جوک تفایی چند نفر وایده ها تو؟ همون کلچه نه، اما ایشتی نه شیره این کن مکان ها باید نوانا جوک بسیار خوب، گزارش رو با هم دیدیم. در این زمان با مهمانان عزیز برنامه خوش آمد می کنم خانم مهناز شیرعلی، جامعه شناس سیاسی،
و خانم مهنوش خورسند، نویسنده و مدافع حقوق کودکان، و خانم الناز سربر، نویسنده و مدافع حقوق زنان. به هر سه مهمان عزیز برنامه خوش آمد میگم. با شما خانم الناز سربر شروع میکنم سوالات رو. با توجه به موج گسترده ای از مسمومیت ها که تقریبا 5 ماه کشور ما رو فرا گرفته و بیش از 25 شهر شاید آلوده شده باشه به این مسئله و سرکوب‌های متعددی که به شکل‌های مختلف نظام علیه جنبش زن زندگی آزادی و به ویژه دانش آموزان دختر به اصطلاح به عنوان راهکار در پیش گرفته، شما چه ارزیابی از این فجایع دارید؟ سلام، ممنون از دعوتتون. دو تا چیز میشه از این موضوع فهمید. نکته اول اینه که توی سال‌های گذشته، سالی که ما تحت ستم جمهوری اسلامی زندگی کردیم، عده زیادی در بعضی زمان‌ها فکر کردن که شاید جمهوری اسلامی انعطاف پذیر باشه، اصلاح پذیر باشه، و چیزی که ما از آبان خونین به بعد و اتفاقات 6 ماه اخیر دیدیم که هرگز اینطور نبوده. جمهوری اسلامی حتی حاضر نیست بپذیره که اینها خواست‌های زنان ایران هستن. بسیاری از این خواست‌ها اعتراض علیه حجاب اجباری، اعتراض علیه اتفاقات دیگه که جمهوری اسلامی علیه درخواست‌هایی که مردم ایران داشتن به دشمن نسبت داده شده و به عنوان خواست منطقی مردم ایران پذیرفته نشده. در این حال درجه این خشونت ها، درجه این سرکوب ها داره به ما نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی تا کجا حاضر پیش بره برای اینکه قدرتش رو نگه داره. از هیچ چیزی، از کشتار مردم گرفته تا کور کردن مردم، تا شکنجه هایی که ما در زندان ها میبینیم، حکم های سنگینی که به معترضان دادن، در حالی که این حکم ها هیچ تناسبی با کارهایی که معترضان کردن نداره، این به ما نشون میده که جمهوری اسلامی تا کجا حاضر پیش بره و چیزی واگذار نکنه، نه قدرتشو و نه حتی یک خواست کوچیک در مورد حقوق زنان، که زنان حق آزادی، حق انتخاب پوشش خودشون رو داشته باشن. بسیار ممنون خانم مهناز شیرعلی، ضمن خوش آمد به شما. سوال من در واقع از شما اینه که اخیراً اعلام شده که شاید یکی دو روز هست که اعلام شده 100 نفر به اتهام دخالت در این مسئله، یعنی مسموم کردن دختران دانش آموز، که البته بعضن می شود گفت خوابگاه دانشجوان و چند مدرسه پسران را هم شامل می شده، بازداشت شدن. ولی طی این هفته که این خبر در واقع از طرف مقام های جمهوری اسلامی اعلام شده، هیچ جزئیاتی بیرون نیامده و مشخص نیست که چه کسی یا کسانی در واقع پشت این ماجرا هستند. شما از آنچه که در واقع تو این 5 ماه گذشته، از نظر شما چه کس یا کسانی و چه نهاد یا نهادهایی رو در واقع فکر میکنید که عامل اصلی این ماجرای تلخ باشن؟ بله، درود بر شما خانم مهناز قزلو و درود بر همه بینندگانتون. البته فامیل من شیرعلی نیست، شیرالیه، این خاطرتون باشه. بله، متشکرم. خواهش میکنم. ببینید، توی 3 ماه گذشته ما مسمومیت دختران دبیرستانی و مدرسه راهنمایی رو داشتیم، ولی در 40 سال گذشته وقتی که شما کتاب‌های درسی رو نگاه میکنید، کتاب‌های درسی جمهوری اسلامی رو نگاه میکنید، میبینید که یک مسمومیت عظیم فکری بر روی بچه‌های ما وارد آمده. وقتی که شما نوشته ها رو میبینید، محتوای کتاب ها رو مطالعه میکنید و این کثافتی که در این کتاب ها هست که بچه ها رو از سنین پایین تشویق به ازدواج میکنن، یا مثلا در کتابی من دیروز در دستم بود که میگفتش که برای تحصیل همیشه وقت هست ولی برای بچه آوردن وقت نیست. یعنی چی؟ یعنی ما به دخترانمون در مدارس آموزش میدن که شماها برای زاییدن به این دنیا آمده اید، وظیفه شما بچه آوری است، وظیفه شما درس خوندن نیست، لطفاً بی خودی مزاحم نشید، نرین هی درس بخونید، هم میتونید حالا هر وقت خواستین، ولی اول از همه وظیفه شما درس خوندنه، معذرت میخوام، بچه آوردنه. بعد اون چه که خیلی بیشتر توجه منو جلب میکنه در این کتاب های درسی این بچه ها،
اینه که بهشون میگن شما باید کار خونه بکنید. یعنی اصلا زن، تصویر زن یک بچه آور کلفت بیشتر نیست تو این کتاب‌های درسی. و بعدش هم به اون لالایی هاشون میرسیم که میگه لا 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 دختر گلم دلم میخواست تو پسر بودی. شما فقط خانم غزلوی فقط نگاه کنید فاجعه رو. یعنی این مسمومیتی که الان شما امروز به صورت فیزیکی میبینید، این بخش دوم یک مسمومیت 40 ساله است. این چیز جدیدی نیست. وقتی که شما رابطه بین این مسمومیت فیزیکی و مسمومیت مغزی رو نگاه میکنید، متوجه میشید که اون وقت چه کسی پشت این مسمومیت ها هست. و ما اصلا هیچ احتیاجی نداره که بخوایم به کسی توضیح بدیم که نقصا کیه، نمیدونم گروه فلان کیه، گروه بهمان که خودشونن اینا. جز جمهوری اسلامی چه کسی به این اسلحه های شیمی دسترسی داره، به این بمب های شیمیایی دسترسی داره؟ همون کسانی که با این کتاب ها مغز بچه های ما رو مسموم میکنن، همون ها هم هستند که با بمب شیمیایی میرن به مدارس و جسم بچه ها رو مسموم میکنن. برای من مسمومیت مغزی این 40 ساله به مراتب فاجعه بارتره. به درستی به محتوای کتاب ها اشاره کردید و خاطرم هست که از بعد از سال 57 اینها به مرور شروع کردن به جداسازی زنان و مردان. بعد تصاویر در واقع دختران رو از با حجاب کردن توی کتاب درسی و چند سال هم هست که اصلا دارن حذف میکنن به طور کلی. خانم مهنوش خورسند، به شما هم خوش آمد میگم و مرسی از این که در این برنامه هستید. با توجه به فراخوانایی که در ایران داره این روزها منتشر میشه برای موج جدیدی از اعتراضات در روزهایی که پیش روی ما هست و به ویژه مراسم چهارشنبه سوری و نوروز، آیا تا چه حد فکر میکنید این دست و پا زدن های نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این فراخوان ها باشه، یعنی این مسمومیت زایی ها و یعنی در داخل سرکوب های به شکل‌های مختلف و در بیرون رفع و رجوع کردن‌های روابط بین‌المللیش؟ سلام، مرسی از اینکه دعوتم کردید به برنامه. حکومت به شدت ترسیده، به اعتقاد من به شدت ترسیده. شما اگه نگاه کنید دختران بلوچ، زنان بلوچ، هرگز اینا نه تصویر داشتن نه صدا، ولی ما الان میبینیم که یکی از مترقی ترین شعارا رو دارن میدن، چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. اصلا اینا به شدت ترسیدن چون این جنبش شگفتیزا بود. اینا میترسن از تهمینه، رودابه و گردآفرید هایی که دارن الان متولد میشن با این جنبش. من فکر میکنم که خیلی این شبیه اون قصه فرعون رامسس دوم، خیلی هم شبیه الان خامنه ای، که خواب میبینه پسری اومده که حکومتش رو از بین ببره و دستور میده تمام نوزادان پسر رو بکشن. و الان خیلی واضحه که این کار خودشون از هرومن شمسه. چطور اینا نمیتونن؟ جریان اسید پاشی ها هنوز خیلی ازش نگذشته. اسید پاشی ها رو هم محکوم کردن ولی آیا دستگیر کردن؟ کار خودشونه، اصلا تردیدی نیست و به شدت اینا ترسیدن. ممنون از شما خانم الناز سربر. با توجه که میدونم شما جلسه ای رو پیش رو دارید، آخرین سوال از شما میکنم و در خدمت دو مهمان دیگر خواهیم بود. سخنگوی سپاه رمضان شریف گفته بودی که انگار بعضی از خود داخلی ها، منظورش مقامات در واقع سیاسی، بعدشون نمیاد که تقصیر رو بندازن به عهده خود نظام. آیا فکر میکنید با توجه به تلاش های متعددی که خامنه ای کرد برای یک دستسازی در واقع رژیم، آیا همچنان و هنوز با توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن جنبش زن زندگی آزادی، آیا ما باز هم داریم شاهد شکاف ها و ریزش های بیشتری در درون نظام میشیم؟ سوال خوبی پرسیدید، سوال سختی پرسیدید. در واقع من فکر میکنم این یه جوری سوال شما معنیش اینه که آیا این بخشی از نظامه که داره این کار میکنه به خاطر اینکه بتونه جلوی این جنبش زن زندگی آزادی رو ببینه. من راستش فکر نمیکنم که نظام انقدر، در واقع این داره میگه که نظام انقدر
چی بهش میگن توانمندی داره. من فکر میکنم این نظام انقدر توانمند نیست که بتونه همچین فکری پشت این کار داشته باشه. من فکر میکنم این بیشتر یک حرکت تاکتیکیه برای ترسوندن قشرهای از جامعه که بالاخره بعد از 40 سال به خیابون اومدن و این کاری که دارن انجام میدن نه فقط برای دانش آموزاست، دانشجوهاست که تحت تاثیر مسئولیت قرار میگیرن، بلکه پدر مادرهایی که توی این 6 ماه به فرزندانشون اجازه دادن که بیان تو خیابون و تشویق کردن فرزندانشون رو توی این ماجرا. من میدونم که نسل من که نسل سال 59 توی خانواده های بزرگ شدیم که هر گونه کار سیاسی معنی می شد، در حالی که این نسلی که توی مدرسه فعالیت می کنه، نسلی که عکس خامنه‌ای و خمینی از کتاب پاره می کنه از توش راه می ره، اینا هم دنیای بیرون رو دیدن و هم پشت سرشون خانواده هایش رو داشتن که گفتن ما پشت سر شما می ایستیم. خانواده هایی که اگر کودکشون رو، اگر فرزندشون رو پلیس ایران گرفت، پشت فرزندشون وایستادن به جای اینکه تو سری بهش بزنن که چرا این کارو کردی، گفتن اب نداره، این نظامه که مقصر نه تو. و من فکر میکنم یه دلیل این که ما این حرکت رو داریم میبینیم ترسوندن هم خانواده هاییست که همچین حقی به فرزندانشون دادن و هم خود دانش آموزانی که اونجا هستن و به سابقه نظام هم که به سابقه رژیم هم که برگردیم، ما سینما رکس رو داریم که باز کار خود رژیم برای اینکه بگن دست بیگانه بود و بیان در واقع ببندن یه سری فضاهایی که به وجود اومده رو. فکر میکنم که نظام انقدر هوشمند باشه که همچین اتفاقی، همچین دسیسه یا از داخل بیاد و این برنامه رو بتونه اجرا کرده باشه. خیلی فراتر از اینه به نظر من و بیشتر از دستشون در رفته. بسیار ممنون، مرسی از شما. خانم شیرالی، فکر میکنم این نفع دیگه درست گفته باشم، با توجه به اینکه وزارت کشور هشدار داده بود که یعنی در واقع بسیاری از مقامات و نهادها به خصوص اوایل این موج مسمومیت ها شروع کردن گفتن دشمن خارجی به اصطلاح بیرون از کشور هستند، نمیدونم غیره و ذالک، و بعضی و برخی از این نهادها از جمله وزارت کشور اولیا و دانش آموزان رو در واقع انگشت اتهام رو به سمت اونا گرفتن و حتی یکی دو تا فیلم اعتراف اجباری از اونها پخش شد در صدای سیما جمهوری اسلامی. اما ما میبینیم که بیش از 25 شهر در ایران درگیر این داستان هستن و هنوز این مسئله علارغم ادعای اونها که میگن 100 نفر رو دستگیر کردن، البته برخی هم که اعلام شده که معاند نبودن و ارشاد شدن و آزاد شدن، آیا فکر میکنید واقعا چند دانش آموز میتونن در چنین سطح وسیعی دست به چنین کاری بزنن، اونم گازها و مواد شیمیایی که در دسترس کسی نیست؟ و ضمن اینکه آیا اگر واقعا کار دانش آموزان بود 5 ماه باید واقعا طول میکشید؟ کسانی که نظام، ما با نظامی در واقع روبرو هستیم که شب وقتی که یک پسر و دختر ماسک میزنن و در میدان آزادی میرخصن، صبح اونا رو پیدا میکنن و بازداشتشون میکنن. شما تا چه حد فکر میکنید که این حجم از خودزعبلادگویی مردم باور میکنن و تو این سطح آیا اصلا امکان داره که ما بتونیم دانش آموزان رو اساسا روی صندلی اتهام بنشونیم؟ خب اصلا همچین سوالی جای مطرح شدن نداره. مردم ایران خودشون میدونن چه کسی پشت این کار هست، خودشون میدونن که واقعا جمهوری اسلامی قادر به چه کارهایی هست و نیست. این اصلا من یادم وقتی ایران بودم اصلا ما هیچ وقت اخبار گوش نمیدادیم مطلقا، یعنی اصلا اخبار تلویزیون محلی از اعراب نداشت برای ما، گوش نمیدادیم. و من فکر میکنم الان دیگه بدتر هم شده، واقعا مردم که به اینها اهمیتی نمیدن. ولی من یک جور دیگه میخوام استدلال کنم. من میگم که خب فرض بگیریم که حرف جمهوری اسلامی درسته، فرض بگیریم که اصلا این آقایون واقعا منزه و معصوم هستند و به هیچ عنوان در این جریان نقشی ندارن، خب این یعنی حرفشون قبول کنیم. حتی در این صورت هم جمهوری اسلامی مسئوله، یعنی حکومتی که نتونه جلوی
4 تا بچه رو بگیره یا جلوی 4 تا کسی که میان مسموم میکنن رو بگیره و 900 بچه دبستانی و دبیرستانی رو مسموم میکنن و جمهوری اسلامی اونجا مگر واقعا مترسکه؟ اگر مترسکه که گورشو گم بکنه و بره نمونه اونجا دیگه، مونده واسه چی؟ ببینید اگر حرفش درست هم باشه بر ضد خودشه، یعنی اگر حرفش درست هم باشه سوال اینه که تو که نمیتونی امنیت مردم خودت رو تأمین بکنی، یعنی صلاحیت این رو نداری که سر جات باشی، پس باید بری. یعنی چی؟ یعنی که جامعه جهانی مسئول اینجا، جامعه جهانی مسئوله، چون امنیت جانی مردم ایران رو حکومت نه تنها نمیتونه تأمین بکنه بلکه خودش به خطر انداخته و در کشور ما داره جنایت بر علیه بشریت انجام میشه. و اگر جامعه جهانی جلوی جمهوری اسلامی رو نگیره، جامعه جهانیه که مسئوله و باید کاری انجام بده، چون جمهوری اسلامی در بهترین حالت بیکفایته ولی ما میدونیم جنایتکاره، ولی در هر دو حالت نباید بر این مسند حکومت باقی بمونه. اشاره خوبی کردید که توجه دادید به مسئولیت جامعه جهانی، ولی خب متاسفانه ما داریم میبینیم که جامعه جهانی بیشتر به منافع ملی خودشون، که البته غلط هم نیست، البته اون چیزی که واقعیت نظام حاکم بر سرزمین ماست که باید به منافع ملی مردمش توجه کنه که متاسفانه نمی کنه. اما آیا واقعا فکر میکنید الان یونیسف یک موضع‌گیری خیلی ضعیفی کرده یا نهادهای مربوط به حداقل کودکان، ولی از اون طرف تلاش‌های نظام جمهوری اسلامی رو می‌بینیم که مسئله خیلی با دست و پاچگی داره مسئله بین‌المللیش رو رفع و رجوع می‌کنه. شما فکر می‌کنید تا چه حد می‌تونه اساساً موفق بشه در خاموش کردن در واقع واکنش جامعه جهانی نسبت به حقوق بشر به ویژه مسئله مسمومیت کودکان؟ البته من هرگز در مورد آینده ایش وقت پیشبینی نکردم و نمی کنم، یعنی اصلا در حد توان من نیست. ولی ببینید، شما تو صحبتاتون گفتین که جامعه جهانی به فکر منافع خودشه. خب این خیلی چیز خوبیه، ما متاسفیم که حکومتی نداریم که به فکر منافع کشور ما باشه. ولی اگر که جامعه جهانی مسئولیتی رو که نسبت به مردم ما داره متوجهش نیست و موضع گیری محکم تری نمی کنه، سؤال من اینه آیا مسئول خود ما نیستیم که بلد نیستیم جامعه جهانی رو در مقابل مسئولیتاش قرار بدیم؟ آیا روشنفکران ما، فعالین سیاسی ما مسئولیت خودشون رو به درستی انجام دادند؟ آیا از سازوکارهای جهانی به گونه ای درست استفاده کردن بعد بیان جامعه جهانی رو محکوم بکنند؟ هموطنان ما، حتی کسانی که سالیان سال در اروپا و امریکا زندگی کردند، هنوز یک دید قاجاری به دنیا دارند. زمان قاجاری، دید ناصرالدین شاهی به دنیا دارند. نرفتن قوانین بین الملل رو مطالعه بکنن، نه از نقش سازمانهای مدنی در جوامع دموکراتیک باخبرن، نه اصلا میدونن فرق بین جامعه مدنی و قدرت سیاسی چیه. ما اگر فعالین سیاسیمون به اندازه کافی از اون دید زمان قاجاریشون جدا می شدن و وارد قرن 21 می شدن و شروع می کردن جوامع مدنی کشورهای دموکراتیک رو نشانه رفتن، همون کاری که جوانان دهه 80 و 90 کردن، با شعارهاشون، با آهنگهاشون، با رقصهاشون دنیا رو تکون دادن و دنیا به عکس‌العمل اومد، ولی فعالین سیاسی هستند که بلد نیستن از سازوکارهای جهانی به نفع هموطنانشون استفاده بکنن و کاری بکنن و فشار بر جوامع مدنی بیارن که از بتونن از این سازوکارهای بین المللی به نفع مردم ایران در درون مرزهای کشور استفاده بکنن. بسیار ممنون. اشاره کردید به رقص. بدونیم که چند روز پیش دخترانی در محله اکباتان تهران رقصیدند و به سرعت در پی دستگیر کردن اونها، یکی از کسانی که در واقع مربی اونها بودن دستگیر شدند. یعنی ظرف 3 روز تونستن همچین امر مهمی را انجام بدن و خوشبختانه رقص تبدیل شده به یک کمپین بزرگ و میبینیم که دختران در جای جای در واقع میهنمون در حمایت از اونها دارن میرقصند. خانم مهنوش خورسند،
با توجه به اینکه شما میدونم توی حوزه بلوچستان بسیار فعال هستین و کاملا اشراف دارید به مسائل اون منطقه، میتونید یه تصویری از اونجا بدید؟ تا اونجایی که حداقل من میدونم اینه که بسیاری از کسانی که در واقع تو اون منطقه جغرافیایی زندگی میکنن فاقد شناسنامه هستند، مدرسه اونجا وجود نداره و خیلی چیزای دیگه. اینو از زبان شما بشنویم که از نزدیک با اونجا آشنایید. حتما. آره، این مسئله شناسنامه که خیلی وقته خیلی از جوونا بچه‌ها شناسنامه ندارن، مدرسه خصوصا برای دختران نیست، برای همین دخترها بعد از 13-14 سالگی کاری دیگه ای ندارن جز اینکه ازدواج کنن، حالا با یه آدم بزرگتر، با مردی که زن داره بچه داره، فقط ازدواج کنن، چون شرایط زندگیشون هم امکان اینو نمیده که بتونن هزینه ها رو تامین بکنن. و این عجیبه، واقعا برای من عجیب بود. من هیچ وقت نشنیده بودم، البته استثناهایی داشتیم که زن بلوچ صداش، تصویرش رو شما بتونی ببینی و بشنوی، و الان ما میبینیم. من با خانم بلوچی در ارتباط هستم که این خب میدونید شما، خیلی از اینایی که زخمی شدن امکان این که برن تو بیمارستان نداشتن، بیمارستان رفتن همان و دستگیر شدن همان، مثل خدانور. خدانور رو بعد از دستگیریش در واقع جنازش رو سپاه تحویل خانوادش داد. اینا الان این زن بلوچ، این زن بلوچ که نه تصویر داشته، نه صدا، نه فعالیت اجتماعی، الان به عنوان یک مشاور بهزیستی توی خونه ها میره و این بیماران رو درمان میکنه، کمکشون میکنه، پانسمان میکنه، و این اصلا یک جهش فوق‌العاده است. من واقعا متحیر شدم از این اتفاقی که تو سیستان و بلوچستان افتاده. و میدونید که چند تا از مدارس زاهدانم، مدارس سیستان و بلوچستانم شیمیایی کردن، زاهدان و ایران شهر رو. اتفاقا میخواستم همین ازتون بپرسم که با توجه به بسیاری از محدودیت ها و محرومیت ها که بسیاری از دانش آموزان اونجا به ویژه دختران نمیتونن به خاطر دوری راه و غیره تحصیل کنن، آیا شیمیایی هم شده اون مسئله مسمومیت اونجا هم صدق داره؟ 41 دخترم در واقع منتقل شدن به بیمارستان، 3 از مدارس، فکر کنم یکی زاهدانی، یکی ایران شهر، یکی تو ذهنم نیست، 3 مدرسه، آره 3 مدرسه دخترونه. و من فقط میدونم که حکومت به شدت از زنان ترسیده، به شدت ترسیده. داستان همون فروری که میگید ظاهرا حقیقت داره. رامسس دوم الان هم رهبر دوم. و جالبه اینم بذارید بگم، اون زمان دستور دادن که پسرها رو بکشن، دخترها رو به کنیزی بگیرن. مگه این دخترها الان زیر بار میرن و این حکومت دیده این دخترها دخترانی نیستن که اون حجاب رو کندن؟ و اصلا این زنان، فقط من میتونم بگم این دختران اسطوره. و بعدها باید ببینیم قصه های اینا وقتی نوشته میشه و تو کتاب های درسی آموزش داده میشه، اسطوره. واقعا اسطوره. امروز من یک فیلمی از دختری دیدم که در تظاهرات شرکت کرده بوده یکی دو ماه پیش و ناپدید شده بوده، خانواده نمیتونستن پیداش کنن، با وثیقه آزاد شده ظاهرا، یعنی خب متوجه شدن که دستگیر شده، با وثیقه آزاد شده و فیلم از خودش داده بیرون که کتکش زدن، یعنی نیروی انتظامی کتکی زده، قسمت سرعتش خونین بود و میگفتش که من به هیچ وجه نمیترسم و باز همین کار خواهم کرد. یعنی این همه شجاعت از دختران این سرزمین واقعا ستودنیه. خانم شیرعلی، سوال آخر رو در واقع از شما میخوام سوال کنم، بپرسم، و اون هستش که حکومت اعلام کرده که دانش آموزان از اینترنت مسموم شدن، یعنی این مسمومیت ناشی از اینترنت. تعبیر جالبی است، شاید یکی از چیزهایی که خیلی جمهوری اسلامی باش مشکل داره از طریق فیلترینگ، و علی خامنه‌ای با اعلام جهاد، یادم نیست، مجازی همچین چیزی، جهاد اینترنتی، در برای این میخواست به ایسته و مقاومت کنه. به نظر میاد که حتی فیلترینگ و سانسور هم راه به جایی نبرده. و ارزیابی شما در واقع از نسلی که با دنیا در ارتباطه و دنیای دیجیتال و مدرن که ارتباطات بسیار نزدیکه، ارزیابی شما از این نسل در برابر این نظام چیست؟
خب واقعیت اینه که نسل جدید در جلوی صفحه کامپیوترش بزرگ شده. نسل جدید خیلی خوب شبکه‌های اجتماعی رو میشناسه، میدونه که در دنیا چی میگذره، میدونه که مثلا پسرمو پسر خاله، دخترمو دختر خاله هاش توی کشورهای دیگه مهاجرت کردن، اونها چگونه زندگی میکنن. اینها رو همه میدونه نسل جدید، هر روز داره عکس اونها رو میبینه، هر روز داره داستان زندگی اونها رو میشنوه و با خودش میگه که من چرا نباید مثل اونها زندگی کنم. شبکه‌های اجتماعی، اینترنت بسیار مهم بوده، ولی شاید یه چیزی که فراموش میکنیم بگیم، اون 8 میلیون ایرانی بوده که از ایران رفته و در کشورهای آزاد و دموکراتیک خیلی خوشبخت، حالا به اندازه خودشون دارن خوب زندگی میکنن، حداقل بهتر از کسانی که توی شهرک یکباتان میرقصن و فردا دستگیر میشن. میدونید به هر حال ببخشید، این باعث میشه که جوون ما وقتی که اینها رو میبینه میگه من چرا نباید مثل بقیه زندگی کنم، مگه من چه مشکلی دارم، چرا نباید تو کشور خودم آزاد باشم. این مقایسه‌ای که جوانان ما با همسن و سالان خودشون، با فامیل‌های خودشون که در کشورهای دموکراتیک هستن می‌کنن، این رابطه‌ای که شبکه‌های اجتماعی بین ایرانی‌های درون کشور و ایرانی‌های بیرون کشور به وجود آوردن، بسیار مسئله مهمیه. من یادمه وقتی که چند سال پیش، سال 1996 بود، کار تزم رو انجام می‌دادم، چقدر ببخشید برام سخت بود که با ایرانی ها ارتباط برقرار کنم، در حالی که الان به لطف شبکه‌های اجتماعی میخواید لطف کنید یه کمی آب بخورید که بتونید راحت‌تر، یعنی مشکلی براتون پیش نیاد، چون به حال واقعیت اینه که اشاره کردید به مردمی که 8 میلیون ایرانی که توی این 44 سال ایران رو به دلایل مختلف که سرمنشای اصلیش هم اتفاقا خود جمهوری اسلامی است ترک کردن به اجبار و خوشبختانه در کشورهایی هستن که امکانات بسیار زیادی برای گرفتن الگو نسبت به دموکراسی، ساختارهای آزاد، ساختارهای سکولاریتی یا لایتیزه و تحصیلات خوب و تخصص و قطعا ارتباطایی که در واقع با هموطنان خودشون در ایران دارن یکی از عواملی است که برای آگاهی اونها و انتقال این تجربیات موثره. بفرمایید ادامه صحبتاتون رو گوش میدیم. بله، جمهوری اسلامی مشکل زیاد داره، با نسلی مواجهه که خیلی خیلی به حق و حقوق خودش آشناست، میدونه که حق بشه که آزاد باشه، حق بشه که آینده داشته باشه، زندگی خوب داشته باشه و اصلا حرفهای جمهوری اسلامی رو باور نمی کنه و این خیلی خوبه. بارها و بارها این تو این 6 ماه گذشته براشون آخوند فرستادن، بچه ها هو کردن. خب این نشون میده که دیگه بچه ها این حرف ها و این داستان ها رو نمیخرن، دیگه به این حرف ها گوش نمیدن، میدونن چی میخوان، ولی آیا موفق خواهند شد جمهوری اسلامی رو زمین بزنن؟ خب یقینا خیلی کار سختیه، چون حکومت تا دندان مسلحه، حکومت از تمام مزایا و از تمام مواهب کشور ما به تنهایی داره بهره‌مند میشه بدونی که بین مردم قسمت بکنه. با همچین حکومت دیکتاتوری وحشتناکی چگونه میشه برخورد کرد؟ این من فکر میکنم در این آخرین سوالی که درزم پرسیدید اینجا این رو باید بگم. واقعا وظیفه ما ایرانی های خارج از کشوره که از کمترین احتمال، از کمترین سازوکار به نفع مردم ایران استفاده بکنیم، جهان رو بر علیه جمهوری اسلامی تهیج کنیم، اجازه ندیم که جمهوری اسلامی در کشورهای دموکراتیک نماینده بفرسته، مذاکره کنه، صحبت بکنه، اجازه بده. ما اگر این کار رو نکنیم، اگر جمهوری اسلامی رو خفه نکنیم، اگر هی بمونیم تو این نگاه قاجاری که دنیا بر علیه ماست، نه از ما کاری بر نمیاد، ما جلوی جوانانمون شرم زده خواهیم بود، از اونها باید خجالت بکشیم. ما در اروپا زندگی میکنیم، من و شما در اروپا هستیم، دیگران در امریکا هستن، در کانادا هستن، ما باید بریم خط به خط قوانین سازمان ملل رو بخونیم، قوانین بین الملل رو بخونیم و هر جا که چیزی به نفع ما، به نفع ملت ها از توش میشه بیرون آورد، بیرون بکشیم و بر سر جمهوری اسلامی بکوبیم. وگرنه نمیتونیم به امید این بشینیم که بچه های کوچک مدرسه ای ما یک حکومت
جنایتکاره تا دندان مسلح رو واژگون بکنن و بگیم خب کارشونو بکنن بعد ما میریم ایرانو میسازیم. شرم‌آور این گونه نگاه کردن. بسیار ممنون از شما. به حال من تشکر میکنم از تک تک مهمانان عزیز این برنامه، خانم مهناز شیرعالی جامعه شناس سیاسی، خانم مهنوش خورسند نویسنده و مدافع حقوق کودکان، و خانم الناز سربر که ناچار بودن که زودتر ما رو ترک کنن. به هر حال بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش.